چهارم اسفند سال گذشته با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان دستگیر شده بود، به دار مجازات آویخته شد. لیگی قصد داشت با جنگ نظامی در منطقه فضای بازی را برای خودش ایجاد کند تا هم از طریق فروش گروگان، قاچاق در منطقه، باجگیری از قاچاقچیان و هم از طریق کمک‌های مالی دولت‌های خارجی قدرت و ثروت کسب کند و در نهایت خود را به منطقه تحمیل کند. عبدالحمید ریگی، برادر عبدالمالک، در اعترافات خود بیان کرد در چند نشستی که عبدالمالک با آمریکایی‌ها داشت، مبالغ زیادی دلار و تجهیزات دریافت کرد و تنها در یک مرحله از این نشست‌ها 100,000 دلار توسط آمریکایی‌ها به عبدالمالک ریگی پرداخت شد. تأمین تجهیزات ماهواره‌ای و مخابراتی نیز نوع دیگری از حمایت‌های آمریکا به ریگی بوده است. ریگی و ارتباط آن با آمریکا و سازمان‌های اطلاعاتی این کشور مسئله است که از سوی بسیاری از محافل، حتی برادر عبدالمالک ریگی نیز تایید شده. به عنوان اولین خواسته‌ای که از ما مطرح کردن این بود که ما می‌خوایم شما عملیات‌ها را از داخل بلوچستان به عمق کشور انتقال بدید، و بعد در رابطه با این فوایدش هم برای ما توضیح دادن که خیلی مهمه که عملیات‌ها فقط تو یک منطقه مرزی نشه، و اگر در پایتخت بشه یا در شهرهای بزرگ بشه تأثیرش خیلی بیشتره، و اون هدفی هم که ما داریم هم همینه تا ما بتونیم با همدیگه همکاری بکنیم. به اتفاق رسیدیم که بالاخره عملیات‌ها به مرکز انتقال پیدا بکنه و با رسانه‌ها فعالیت گسترده‌ای را انجام بدیم. این دو تمام اون کسانی که در این طور مجالس جمع شدن و در این طور تجمعات جمع شدن، کسانی بودن که درست لباس ممکنه بلوچی داشتن به تنشون یا اینکه زبانشون بلوچی بوده، ولی اونا کسایی بودن که مزدور بودن، مزدور رژیم بودن. و سوم هم اهداف مشخصی که یعنی آدم‌های خاصی هستن که اینها باید هدف قرار بگیرن. این سه نکته رو اونها مشخص کردن، و از طرف ما هم که اونها باید با ما همکاری بکنن، همون وسائل نظامی و هم یه قسمتی پولی که از اون چیزهای تهیه بکنیم. جنبندی که ما کردیم به این نتیجه رسیدیم که اینا یا آمریکایی هستن در پوشش ناتو، یا اسرائیلی هستن تو پوشش ناتو، یا هم بالاخره یعنی خود ناتو هستن برای اونها میخوان کار بکنن. در هر صورت یعنی این موضوع از ناتو به یک جای دیگه ارتباط داره. این که جهل بوده و سطحی نگری بوده، در این هیچ شکی نیست. یعنی من هر طرف قضیه میرم، حتی در رابطه با همین ارتباطاتی که داشتیم با بعضی از کشورها یا در ارتباط با کارهایی که کردیم، همه اینها مبنایشون یک نوع جهلی بود. جهلی هم که تو هم بشه با نفرت، و وقتی که نفرت بیاد، تعصبات بیاد، خود به خود عقل و خرد و اینها از کار میفتن. صحبت‌های این سرکرده گروهک تروریستی نشان داد که شبکه‌های جهانی از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی همواره با حمایت از این گونه افراد تروریست به دنبال تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران هستند. شبکه تلویزیونی صدای آمریکا VOA 12 فروردین 86 در گفتگوی زنده با عبدالمالک ریگی از این تروریست متواری با عنوان رهبر جنبش مقاومت مردمی ایران یاد کرد و در عمل تلاش کرد ریگی را یک تروریست خوب به جهانیان معرفی کند. شبکه تلویزیونی ABC آمریکا نیز اوایل سال 86 فاش کرد مقامات آمریکایی از سال 2005 سرکردگان اشرار مسلح و گروه‌های تروریستی در ایران را مورد حمایت‌های جدی و همه‌جانبه قرار دادند. اما آن چیزی که مردم کشورمان به ویژه استان‌های شرقی را از اعدام این سرکرده گروهک تروریستی خوشحال کرده، افزایش امنیت و اقتدار دستگاه‌های امنیتی کشورمان است. خبر خیلی خوبی بود برای مردم این استان واقعا، به خاطری که در بحث امنیت ناامنی ایجاد شده بود و خیلی مردم خوشحال شدن. بسیار خوشحال شدیم و خیلی از نیروهای امنیتی تشکر میکنیم. باید این کار میشد و این سربازان امام زمان باید همین کار رو میکردن و ما خیلی خدمتگزار این سربازان هستیم، دوستشون داریم. خیلی خوشحال شدیم. چرا؟ برای اینکه تعداد زیادی از امامتنهای ما رو شهید کرده بود و ناراحت بودیم برای شهادت اونا. الان خیلی خوشحالیم. اصلا تو منطقه روب و وحشت انداخته بود، اینجوری بود که اصلا هیچ کس امنیت نداشت.